يا فاطمة اشفعي لي في الجنة. نام حضرت معصومه سلام الله علیها فاطمه کبرا است، زیرا حضرت امام کاظم علیه السلام سه دختر به نام فاطمه داشت که حضرت معصومه سلام الله علیها بزرگترین آنها بود. مادر آن حضرت و امام رضا علیه السلام بانوی بزرگواری به نام نجمه خاتون بود. لقب معصومه را امام رضا علیه السلام بر ایشان نهاد. حضرت معصومه سلام الله علیها 25 سال از امام رضا علیه السلام کوچکتر بود، زیرا امام رضا علیه السلام در سال 148 قمری و حضرت معصومه در سال 173 قمری به دنیا آمدند. حضرت معصومه سلام الله علیها مدت 21 سال تحت سرپرستی امام رضا علیه السلام قرار داشت، زیرا امام کاظم علیه السلام از سال 179 قمری به بعد چندین بار توسط هارون الرشید زندانی شد. این سرپرستی تا سال 200 قمری که امام رضا به خراسان برده شد ادامه داشت. در شرافت نسب حضرت معصومه سلام الله علیها همین بس که ایشان دختر امام، خواهر امام و عمه امام هستند. آن حضرت از معدود امامزادگانی است که 5 معصوم در عظمت شأن او سخن گفتند. امام صادق علیه السلام درباره حضرت معصومه سلام الله علیها فرمودند: تقبض فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم. در آن شهر زنی از فرزندان من به اسم فاطمه دختر موسا از دنیا خواهد رفت و شیعیان به واسطه شفاعت او وارد بهشت می شوند. روایت است که روزی جمعی از شیعیان برای دیدن امام کاظم علیه السلام و پرسیدن مسائل شرعی به خانه ایشان در مدینه منوره آمدند. اتفاقا آن روز امام در خانه نبود و به مسافرت رفته بودند. شیعیان سؤالها را در کاغذی نوشتند و اهل خانه دادند. فردا که برای خداحافظی آمدند، سؤالها را جواب داده شده دریافت کردند. جواب سؤالها را کسی جز حضرت معصومه سلام الله علیها ننوشته بود. شیعیان در مسیر بازگشت به امام کاظم علیه السلام برخوردند و سؤالها و جوابها را بر ایشان عرضه کردند. امام وقتی جوابها را دید سه بار فرمود: فداها ابوها، پدرش فدایش. مأمون عباسی در سال 200 قمری با نامه‌ها و پیام‌های بسیار امام رضا علیه السلام را به خراسان دعوت کرد. آن بزرگوار از روی ناچاری این دعوت را پذیرفت و به خراسان رفت. یک سال بعد حضرت معصومه سلام الله علیها به شوق دیدار برادر عازم خراسان گردید. کاروان وقتی به ساوه رسید، حضرت معصومه سلام الله علیها بیمار گردید. کاروان به دستور حضرت معصومه سلام الله علیها با آنکه حال ایشان مساعد نبود راهی قم شد. چون خبر ورود آن بانوی با عظمت به شیعیان رسید، همگی به استقبال آن حضرت رفتند و ایشان را به قم دعوت کردند. در میان آنها موسی بن خزرج زمام شتر آن حضرت را به دوش گرفت و به قم آورد و در منزل خود با کمال افتخار از آن بانوی بزرگوار پذیرایی کرد. فاطمه معصومه 17 روز در قم به سر برد. در این مدت مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال بود. از این رو در سرای موسی بن خزرج برای ایشان عبادتگاهی آماده کرده بودند که تا هنوز باقی است و فعلا در محله میدان میر قم موقعیت دارد. حضرت معصومه سلام الله علیها سرانجام بعد از اقامتی کوتاه در قم دار فانی را ودا گفت و به دیار معبود شتافت. حضرت معصومه سلام الله علیها هنگام وفات در سال 201 قمری 28 سال سن داشت. شیعیان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت پیکر مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها را غسل دادند، کفن کردند و در محل فعلی حرم به خاک سپردند. محل دفن آن حضرت مشهور به باملان از باغهای موسی بن خزرج اشعری بود. خاندان اشعری اولین سایبان مقبره شریف حضرت معصومه سلام الله علیها را ایجاد کردند. حضرت زینب دختر امام جواد علیه السلام نیز گنبد و بارگاهی با آجر و سنگ و گچ بر روی مرقد مطهر ساخت.
روند ساخت و ساز همچنان ادامه یافت تا اینکه در زمان صفویه گسترش حرم به اوج خود رسید که حرم فعلی از آثار همان دوره است. از آداب تشرف به حرم مطهر معصومان علیه السلام و امامزادگان علیه السلام خواندن زیارتنامه آن بزرگواران است. زیارتنامه معصومان علیه السلام از سوی خود ایشان به شیعیان گفته شده است، یعنی امامان خودشان به شیعیان نحوه زیارت را آموختند. بنابر این الفاظ زیارتنامه ها جزو احادیث محسوب می شوند. اما غالبا زیارتنامه امامزاده ها از ناحیه معصوم وارد نشده است، بلکه کلماتی هست که علما و بزرگان با استفاده از احادیث برای زیارت آنها تنظیم کردند. به همین جهت قرائت فاتحه برای امامزادگان سفارش شده است. اما زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها مانند زیارتنامه های ائمه علیه السلام از کلمات نورانی معصومان علیه السلام است. از امام رضا علیه السلام دو زیارتنامه برای حضرت معصومه علیه السلام رعایت شده است که حکایتگر مقام والای آن بانوی بزرگ است. در یکی از آن دو زیارتنامه امام رضا علیه السلام 8 لقب بسیار با معنا برای حضرت معصومه سلام الله علیها برشمرده است: السلام علیک ایتها الطاهرة الحمیدة، البرة الرشیدة، التقیه النقیه، الرضیه المرضیه. طاهره کسی که به مقام طهارت باطن و روح رسیده و از گناهان بدور است. الحمیده ستایشگر خداوند. البره نیکوکار. الرشیده کسی که به کمال و رشد عقلانی و روحی رسیده است. التقیه کسی که به مقام قرب تقوا نائل گشته است. النقیه کسی که نظیف و برگزیده است. الرضیه کسی که به مقام رضای خدا رسیده و از خدای خیش رضایت کامل دارد. المرضیه کسی که خداوند از او راضی است.